دلیل اصلی دستگیری جوانترین سیاستمدار با جوانترین فریبکار و کلاهبردار افغانستان آشنا شوید. برهان ارش به اتهام فریبکاری و کلاهبرداری از سوی سارنوالی بازداشت شده است. برهان ارش به بهانه گرفتن ویزای کانادا ده ها تن را فریب داده که ویزای کانادا و کشورهای اروپایی را برایشان می گیرد. اما تا هنوز ویزای هیچ کشوری را به آنها نگرفته است. سارنوالی در حالی از بازداشت او خبر می دهد که شماری از شهروندان افغانستان ادعا دارند برهان ارش از طریق شرکت سیاحتیش هزارها دلار آنان را به خاطر گرفتن ویزای کانادا گرفته است، اما نه برایشان ویزا گرفته و نه هم پولشان را برگردانده است. شرکت سیاحتی برهان ارش از هر نفر 20,000 دلار به خاطر گرفتن ویزای کانادا گرفته است. البته نباید تعجب کرد، چون محمد اشرف غنی رئیس جمهور و وزارت مالیه دستور داده است که 330 میلیون افغانی را برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح از سر جمع بودجه ملی و کد احتیاط 91 و بودجه اداره امور ریاست جمهوری اضافه کند. اداره عملیاتی و حمایتی ریاست جمهوری در پیشنهادی به رئیس جمهور غنی گفته است که برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح با 330 میلیون افغانی بودجه نیاز است. در کشوری که مردمش با فقر و تنگ دستی زندگی می کنند، مصرف چنین پولی آن هم تنها به خاطر یک مانور سیاسی. لویه جرگه مشورتی صلح قرار است روز جمعه 17 اسد در کابل برگزار شود. بر اساس متن پیشنهادی اداره عملیاتی و حمایتی ریاست جمهوری، در این لویه جرگه 3500 نفر تا 4500 نفر شرکت خواهند کرد. اعضای لویه جرگه سال گذشته در این جرگه دعوت می شوند. حکومت هدف از برگزاری این جرگه را تصمیم گیری در مورد سرنوشت 400 زندانی طالب که بحث رهایی آنها به یک مناقشه تبدیل شده است عنوان می کند. همچنان مسائل مرتبط به صلح نیز در این جرگه مورد بحث قرار خواهد گرفت. محمد اشرف غنی در فرمانی یک کمیسیون متشکل از 24 عضو را برای برگزاری این جرگه تعیین کرده است. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت و عنوان رئیس این کمیسیون برگزیده شده است. اما گروه طالبان با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح مخالفت کرده است. از سوی هم میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز برگزاری این لویه جرگه را در موجودیت پارلمان غیر قانونی خوانده است. با سپاس از همراهیتان تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.